حد مجموع دنباله هندسی. تا اینجا کار هر دنباله هندسی که با هم بررسی کردیم قدر نسبتش مثبت بود، مثبت 3، مثبت 2، مثبت 4، مثبت 10. این دنباله هایی که داره قدر نسبت مثبت هستن تو هر مرحله افزایش پیدا میکنن و اگه بخوای همه این جملات رو جمع کنی به بی‌نهایت خواهی رسید. ولی بعضی از دنباله های هندسی هستن که بچه‌ها یه خاصیتی دارن و خاصیت این دنباله های هندسی که میشه ملاک درسمون این هستش که بچه‌ها جمع تمام جملات این دنباله ها صفر میشه. برای این دنباله های هندسی که جمع تمام جملاتش قرار صفر بشه یا به سمت صفر بره، یه واژه‌ای تعریف میشه به نام واژه‌ای به نام حد مجموع. اسلاید رو نگاه بکنید، من کامل توضیح بدم. اگر قدر نسبت یک دنباله هندسی عددی بین منفی 1 تا 1 باشد، در این صورت جملات دنباله از نظر مقدار کوچک و کوچکتر می شوند که حد مجموع بی شمار جمله آن به صورت زیر تعریف می شود. خب بچه خوب به من دقت کن، حد مجموع یعنی جمع بی نهایت تا جمله، جمع بی نهایت تا جمله. حالا برای چه دنباله های حد مجموع تعریف میشه؟ بچه برای دنباله هایی که قدر نسبتشون بین منفی 1 تا 1 هستش، خود منفی 1 و 1 هم قابل قبول نیستن. مثلا قدر نسبتش باشه 1/2، مثلا قدر نسبتش باشه 2/3، یا حتی منفی هاشون قدر نسبت باشه منفی 1/2، قدر نسبت باشه منفی 2/3. پس بحث رو جمع بندی کنم، برای دنباله های هندسی که قدر نسبتشون بین منفی 1 تا 1 هستش، یه واژه‌ای به نام حد مجموع تعریف میشه. حد مجموع یعنی جمع بی نهایت تا جمله که قطعا به صفر خواهد رسید. برای حد مجموع اس بی نهایت میخوایم یه فرمول ارائه بکنیم که این فرمول خیلی مهم هستش. اس حد مجموع که تو بعضی از کتاب با اس بی نهایت هم نشون میدن، مساویه با A1 منهای Q. بچه این حد مجموع که میگیم مجموع بی نهایت تا جمله تو دنباله های هندسی که قدر نسبت بین منفی 1 تا 1 هستش، با اون فرمول اسی که تو قسمت قبلیت گفتم قاطی نکنین و لطفا. اس مساویه A1 در 1 منهای Q. پس حد مجموع برای دنباله هندسی میشه A1 منهای Q. نگاه بکنیم مثال اول. بچه در قالب این مثال میخوام بحث حد مجموع رو ساعت جا بندازم، لول به لول و تست به تست مثال ها رو سطحش رو پیچیده تر بکنم. نگاه بکنیم تست چی گفته. حد مجموع جملات دنباله هندسی زیرا بیابید: 1, 1/2, 1/4, 1/8. خب بچه هم بیایم اول ببینیم آیا این دنباله هندسی دارای حد مجموع هست یا نه. حد مجموع جمع بی نهایت تا جمله یک دنباله هندسی بود که قدر نسبتش بین منفی 1 تا 1 هستش. اگه بی نهایت تا از این جملات این دنباله با هم بررسی بکنیم، با هم جمع بکنیم، قطعا یه عددی میشه. حالا یا میشه 0 یا میشه 5 یا میشه 10 یا یه عدد خاصی میشه که به اون عدد خاصه میگیم حد مجموع. برای حد مجموع اولا باید یه نکته رعایت کنیم: Q بین منفی 1 تا 1 باشه. ثانیا حد مجموع S بی نهایت از فرمول زیر به دست میاد: A1 منهای Q. بچه A1 رو دارم، برای اینکه فرمول کامل بکنم میام قدر نسبت رو حساب میکنم. قدر نسبت میشه جمله بعدی تقسیم بر جمله قبلی، مساویه با 1/2 تقسیم بر 1 که حاصل میشه 1/2. بله 1/2 بین منفی 1 تا 1 هستش، پس حد مجموع داره. حالا که حد مجموع داره میام فرمولش رو مینویسم: S بی نهایت یا S مساویه با A1 در 1 منهای Q. به جای A1 میذارم 1، به جای Q میذارم 1/2. 1 بر روی 1 منهای 1/2. بچه ها 1 منهای 1/2 مخرج میشه 1/2 1 بر روی 1/2 دور در دور، نزدیک در نزدیک کنیم میشه 2. این 2ی که به دست اومد به عنوان حد مجموع، بچه ها مفهومش چیه؟ یعنی اگه این دنباله رو تا بی نهایت بنویسی، اولا جمله آخرش به صفر میرسه، ثانیا جمع همه این جملاتش تا بی نهایت قطعا میشه 2. مثال و تست بعدی رو نگاه کنیم. حد مجموع در دنباله هندسی A2, A4 برابر است با. بچه حد مجموع این دنباله هندسی رو میخواد. من برای حد مجموع فرمول داشتم: A1 در 1 منهای Q. باید جمله اول و قدر نسبت رو داشته باشم. جمله اول رو دارم، قدر نسبت رو به دست میارم. جمله اول A1 هست، A قدر نسبت جمله بعدی تقسیم بر جمله قبلی. A2 تقسیم بر A که میشه 1/2. بچه قدر نسبت شد 1/2، پس قطعا حد مجموع داره. یعنی آخرین جمله تا بی نهایت اگه بخوای ادامه بدی به صفر میرسه و مجموع اینا یه مقدار ثابتی میشه. حد مجموع فرمولش بود: S بی نهایت مساویه با A1 در 1 منهای Q. فرمول رو مینویسم.
میام جایگزین میکنم، به جای آ یک باید بذارم آ، یک منهای کیو، کیو هم هست یک دوم، یک منهای یک دوم برابر است با یک دوم، پس میشه آ بر روی یک دوم، اگر دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم میشه دو آ، حد مجموع این دنباله هندسی میشه دو آ. تست بعدی نها کن، اگر جمله اول یک دنباله هندسی 4 و حد مجموع جملات این دنباله 16 باشد، جمله چهارم کدام است؟ خب بچه ها اینم یه تست خیلی خوبیه که نمونه کنکورم زیاد تکرار شده. من اول باید بیام ببینم مفروضات مثلا چیه، یک بار دیگه تست رو بخونم کامل تو ذهنمون جای بگیره. گفته جمله اول دنباله هندسی 4 آ1 به من داده 4، حد مجموع برابر با 16 اس بی نهایت رو داده 16، جمله چهارم کدام است؟ بیام مفروضات مساله رو بنویسم بچه ها، اون چیزایی که به من داده رو همیشه بنویسم که بدونم از کجا شروع کنم و به کجا ختم میشه. A1 رو به من داده 4، S بی نهایت یا حد مجموع داده 16، جمله چهارم از من میخواد. من میام حد مجموع فرمولش رو مینویسم، S یا S بی نهایت برابر بود با A1 یک منهای Q، به جای A1 مقدار قرار میدم و تنها مجهولم Q هستش، S بی نهایت رو دارم، A1 رو دارم، Q رو به دست میارم. وقتی Q رو به دست بیارم، جمله چهارم، جمله پنجم، هر جمله رو که بخوام با داشتن جمله اول و Q میتونم حساب بکنم. پس به جای S بی نهایت گذاشتم 16، به جای A1 گذاشتم 4، یک منهای Q. بچه ها یه طرف این وسطین میکنم، میشه 16 16 کیو، یه مخرج یک دادم طرف این وسط، 16 منهای 16 کیو مساویه با 4، 16 کیو منفی رو نگر میدارم بقیه رو میبرم اون سمت، مثبت بر اونور میشه منفی، منفی 16 کیو مساویه منفی 12، کیو برابر با طرف معلوم تقسیم بر ضریب مجهول، کیو مساویه با 12 16، یه مقدار سادهش میکنم، کیو میشه 3 4. بچه کیو رو به دست آوردم، جمله اولم دارم، حالا هر چیزی رو از من بخواد میتونم حساب بکنم. جمله چهارم رو از من خواسته، تعریف جمله چهارم چیه بچه ها؟ جمله چهارم A4 میشد پای ثابتم A1 در کیو به توان یه دونه کمتر، A1 کیو به توان 3. پس تعریفش رو بنویسم، A4 میشه A1 کیو به توان 3، به جای A1 و کیو جفتشم معلومه و مقدار قرار میدم، A1 هستش 4، کیو هست 3/4 به توان چند؟ 3. حاصل این چی میشه بچه ها؟ 4 3 به توان 3 4 به توان 3، 4 ضرب در 3 به توان 3 میشه 27، 4 به توان 3. بچه ها من اومدم اینجا ساده سازی کردم، یه لحظه اینجا من یه بک بدم نگاه بکنم این چطوری شده، 4 3 به توان 3 4 به توان 3. خیلی از این تکنیک توی این قسمت برای ساده کردن تو تست کنکور استفاده میکنی، نگاه بکن بچه ها. به جای که من بیام 3 به توان 3 رو حساب بکنم، 4 به توان 3 رو هم حساب بکنم که اعداد بزرگی میشه، بعد ساده بکنم، خیلی راحت این 4 به توان 1 با 4 به توان 3، چون یک تو صورته یک توی مخرجه، ساده میشه. 4 به توان 1 با 4 به توان 3 ساده بشه، یکی از توانهای این میفته، پس قسمت پایین هم میشه 4 به توان 2 و این 4 هم از بین رفت. 3 به توان 3 میشه 27، 4 به توان 2 شد 16، 27 16 جمله چهارم دنبال است و هر جمله‌ای رو از من می‌خواست خیلی راحت می‌تونستم با این تکنیک به دست بیارم.